میگوید من گادفادر هستم، پدر خوانده. او شبیه رؤسای باندهای مافیایی در فیلم‌های ایتالیایی برای خودش محفل و دار و دسته را انداخته و مانند آنها در یک ویلای مجلل و مخفی در بیرون شهر زندگی می‌کرد. اگر از کنار محل اقامت او که نام آن را بهشت گم شده گذاشته بود رد می شدید، گمان می کردید که در پشت دیوارهای این باغ یک خانه متروکه قرار دارد. اما کافی بود از حصارهای امنیتی و سخت آن عبور کنید تا با یک ویلای مجلل چند هزار متری، استخرهای بزرگ، باغی سرسبز و حتی یک باغ وحش با گونه های منحصر به فرد روبرو شوید. اینها تنها بخشی از شرح زندگی مردی است که در طول یک دهه از یک کاسب خردپای بسیجی به یکی از بزرگترین رانتخاران ایران تبدیل شد. حسن میرکاظمی، معروف به حسن رعیت، مردی که اکسیر ثروتمند شدن در ایران را خوب یاد گرفته بود. اولین بار نامش در جریان اعتراضات پس از انتخابات 1388 در رسانه‌ها مطرح شد. هنگامی که سوار بر یک موتور سنگین در حال اسلحه کشیدن برای برخورد با معترضان در خیابان بود. مدتی بعد خبر آمد که او و محمود کریمی، مدعی معروف، نیمه شب پس از تصادف در یکی از بزرگراه‌های تهران با صاحب خودروی مقابل درگیر شده و 5 گلوله به سمت آنها شلیک کردند. ما در این ویدیو داستان زندگی مردی را برایتان روایت می‌کنیم که از طریق ارتباط با نهادها و افراد بانفوذ شبکه‌ای از فساد و رانتخاری را انداخته و به ثروتی نجومی رسیده بود. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. سید حسن میرکاظمی، معروف به حسن رعیت، در سال 1351 در یکی از محلات فقیرنشین در جنوب شرق تهران به دنیا آمد. او چندان اهل درس و مدرسه نبود و به زور توانست دیپلم بگیرد. هنگامی که 13 سال داشت با خانواده‌اش به محله شمس‌آباد تهران رفته و در آن منطقه ساکن شدند. اسباب کشی به این محله زندگی رعیت را دچار تغییر کرد. خانواده او در منزلی دیوار به دیوار یک خانواده نسبتاً ثروتمند با نام معتقد ساکن شده و او به مرور با این خانواده رفت و آمد بیشتر پیدا کرده تا جایی که با دخترشان ازدواج می کند. ازدواج با خانواده معتقد آغاز ماجراجویی های حسن رعیت است. او به شدت برونگراست، روابط عمومی خوبی دارد و اهل ارتباط با دیگران است. همین خصلت باعث می شود با افراد مختلف در جامعه ارتباط گرفته و به سوژه های خود نزدیک شود. میرکاظمی از همان ابتدای سکونت در شمس‌آباد با اهالی مسجد و پایگاه بسیج محل ارتباط برقرار کرده و به زودی به یکی از نیروهای فعال پایگاه بسیج تبدیل می شود. رعیت در اوایل دهه 70 در حالی که یک کاسب ساده بازار است با فردی با نام حسن شیرازی آشنا می شود و برای اولین بار مقدمات کار تجارت را یاد می گیرد. او همراه با شیرازی به امارات سفر کرده و فن و فوت واردات کالا به ایران را فرا می گیرد. جالبان که همان فردی که واردات کالا و شگردهای ارتباط با شبکه بانکی را به او یاد می دهد، 20 سال بعد در پرونده بابک زنجانی دستگیر شده و به زندان می افتد. با پیروزی محمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد 76، حسن میرکاظمی و دوستانش حالا یک پای حمله به تجمعات و برنامه های اصلاح طلبان بودند. او از سردسته های گروه فشار بود. گروه فشار اصطلاحی بود که آن روزها به جوانان موتور سواری اطلاق می شد که مراسم مخالفان را به هم می زدند. به دفاتر روزنامه های اصلاح طلب هجوم می بردند و مهمتر از همه آنها حمله به کوی دانشگاه تهران را رقم زدند.
برخی گفتند که میر کاظمی همراه با برادرش روح الله و دیگر اعضای هیئتشان از جمله افرادی بودند که با ده‌ها دستگاه موتورهای سنگین در 18 تیر 1378 به کوی دانشگاه تهران حمله کردند. من همون عمری روز خوش ندیدم، همه درد رو به جون خریدن. اینجا هیئت سارالله مسجد امام هادی محله شمس‌آباد از پرمشتری ترین هیئت‌های عزاداری تهران است. هیئتی که در دهه 70 پا گرفت، همان دورانی که حسن رعیت یاد گرفته بود چگونه از مسیر ارتباط با نیروهای مذهبی و بسیجی راه 100 ساله را یک شبه بپیماید. بسیاری از افرادی که در سالهای گذشته در ایام محرم به این هیئت رفتند، حتما یک مرد میان سال موج و گندمی را دیدند که شال سبز بر گردن یا پیچیده دور سر نزدیک به مداحان نشسته و بر سر و سینه میزند. او سید حسن میرکاظمی است، از اعضای قدیمی پایگاه بسیج الهادی و اسپانسر مراسم‌های مذهبی هیئت سارالله. هیئت سارالله و حسن میرکاظمی تقریباً دو دهه است که میزبان دو مداح مشهور تهران در ایام محرم است، محمود کریمی و محمد رضا طاهری. میرکاظمی با آنها رفاقت نزدیکی داشت. او آنها را به هیئت دعوت می کرد، با هم به باشگاه بدنسازی می رفتند و در این اواخر با هم در بهشتی که میرکاظمی در غرب تهران ساخته بود شام می خوردند و عکس یادگاری می گرفتند. محمود کریمی اما دوستی بیشتری با میرکاظمی دارد و حاشیه های قدیمی تری هم دارند. مشهورترین حاشیه آنها به نیمه شب 5 دی ماه 1392 باز می‌گردد که وقتی در اتوبان بابای تهران با خودرویشان در حال حرکت بودند، با یک خودروی 206 تصادف کردند و پس از درگیری با صاحبان خودرو اقدام به 7 تیرکشی کرده و 5 تیر به ماشین پژو شلیک کردند. آن زمان وبسایت آینده نیوز در گزارش نوشت که احتمالاً 7 تیر متعلق به حسن میرکاظمی بوده، ولی مسئولیتش را متوجه محمود کریمی کردند تا ماجرا راحت تر جمع و جور شود. داستان 7 تیرکشی محمود کریمی و حسن میرکاظمی دو تصویر مشابه دیگر هم دارد. تصویر اول مربوط به اعتراضات بعد از انتخابات 88 است که میرکاظمی 7 تیر به کمر دارد و سوار بر موتور در خیابانهای تهران جولان می دهد. بابک زنجانی دوست میرکاظمی گفته است او در آن دوران پلیس بود و برای دفاع از کشور انجام وظیفه می کرد و برای جان مردم روی موتور اینور آنور می دوید. ولی سایت باستاب همان زمان نوشت که میرکاظمی هیچ مسئولیت انتظامی نداشته و به صورت خودسرانه و بدون مجوز از اسلحه در برابر معترضان استفاده کرده است. تصویر دیگر را نیز سایت باستاب اسفند 1391 منتشر کرد. زنجانی و میرکاظمی در جریان سفر از تاجیکستان به ترکیه سوار بر جت شخصی زنجانی بودند و اسلحه همراه داشتند. این تصویرها اما هیچگاه منجر به توضیح مقام‌های مسئول درباره مسئولیت و مجوزهای حسن میرکاظمی برای حمل اسلحه نشد. حواشی منتشر شده در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90، مخصوصاً عکس او از برخورد با معترضان انتخابات 88، از حسن رعیت تصویر یک نیروی لباس شخصی را در افکار عمومی ایجاد کرده بود و کمتر کسی گمان می کرد که او به ثروتی نجومی دست یافته و یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی ایران باشد. اما حسن میرکاظمی چگونه به این ثروت دست یافته بود؟ به گفته خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، آنچه باعث می شود به زودی حسن رعیت از یک کاسب خورده پا به یک هیولای فاسد در شبکه بانکی تبدیل شود، ارتباط گرفتن او با فردی با نام باقر شعار معروف به کاوه است. رعیت در سال 1379 به صورت اتفاقی با شعار آشنا می شود.
شعار فردی تحصیل کرده، آشنا با چندین زبان خارجی و البته دو تابعیتی است که در حوزه صنایع فولاد کار می کند. ارتباط رعیت با باقر شعار آغاز فعالیت‌های مجرمانه باندی است که سالها بعد نزدیک به 400 میلیون یورو پول را به تاراج برده است. شبکه شعار رعیت به تدریج به یکی از پیچیده‌ترین شبکه‌های فساد در کشور تبدیل می‌شود. ترکیب دو فرد که یکی در حوزه صنعت تبحر دارد و دیگری استاد ارتباط گرفتن و ایجاد واسطه در شبکه بانکی است. رعیت و شعار با ایجاد زنجیره‌ای بزرگ میان برخی شرکت‌های داخلی و خارجی یک زوج فساد تشکیل می‌دهند. آنطور که رسانه‌ها نوشتند، حسن میرکاظمی اولین بار در سال 1380 موفق شده است با روش‌های جعل و ثبت شرکت‌های کاغذی و نیز صحنه‌سازی در یک کارخانه تعطیل شده، اعتماد یکی از شعب بانکی در تهران را جلب کرده و وام 18 میلیون دلاری بگیرد. او در مرحله دوم با بهانه ساخت کارخانه در مناطق محروم کشور و اشتغالزایی برای بار دوم به بانک مراجعه کرده و درخواست 101 میلیون دلار دیگر می کند. در این مقطع او با وجود آنکه بدهی قبلی خود را پرداخت نکرده، اما با استفاده از چند ترفند خاص وقت تنفس گرفته و با سندسازی و خرید چند دستگاه دست دوم در کشور تایلند، این وام را نیز از شبکه بانکی گرفته و به جای صرف کردن آن در امور جاری تأسیس کارخانه، صرف مواردی دیگر از جمله خرید ملک در شمال شهر تهران می کند. رعیت با همین شیوه به بهانه تأسیس کارخانه و اشتغالزایی در حوزه صنایع فولاد بارها و با شیوه های مختلف می تواند از شبکه بانکی وام گرفته و با دادن وعده های اغوا کننده، رشوه و دعوت به باغ اعیانیش برای خود وقت تنفس بگیرد. اینجا شرکت دنیای فلز است. شرکت دنیای فلز سال 1340 در کیلومتر 19 جاده مخصوص کرج در زمینی به مساحت 65 هزار متر مربع توسط خانواده وکیلی تأسیس شد. این شرکت که قبل از انقلاب از واحدهای موفق در تولید لوله و پروفیل بود، پس از انقلاب مانند بسیاری دیگر از واحدهای تولیدی به تملک حکومت درآمد. این شرکت مصادره شده در سالهای 1380 تا 82 تحت عنوان خصوصی سازی به میرکاظمی واگذار شد. روح الله و حسن میرکاظمی دو چهره اصلی شرکت در عرض چند سال کار شرکت را توسعه دادند. 4 شرکت جدید را اندازی کردند و به بازار صادرات وارد شدند. میرکاظمی برای توسعه شرکت دنیای فلز و شرکت‌های وابستهش به سراغ بانک کشاورزی رفت. بانک کشاورزی 15 آذر 1387 اعلام کرد که شرکت‌های میرکاظمی 175 میلیارد تومان به این بانک بدهکارند و 6 ماه است که هیچ وجهی برای جبران بدهی نپرداختند. 175 میلیارد تومان به قیمت دلار آن زمان حدود 185 میلیون دلار بود. بانک کشاورزی همچنین گزارش داده بود که 40% از این مبلغ بدون وثیقه بوده و صرفاً با ضمانت میرکاظمی پرداخت شده. این عبارات به خوبی قدرت نفوذ میرکاظمی را نشان می‌داد. بر اساس اعلام بانک کشاورزی، حسن میرکاظمی در آن زمان بزرگترین بدهکار این بانک بود. برادران میرکاظمی مدیریت شرکت دنیای فلز را در سال 96 به چند نفر دیگر واگذار کردند و چند شرکت تازه در حوزه فولاد را اندازی کردند تا موقعیتشان را به عنوان یکی از غول‌های مؤثر بازار فلزات ایران حفظ کنند و گزارشی هم درباره سرنوشت بدهی‌های آنها منتشر نشد. همزمان با وام‌های کلان میرکاظمی از شبکه بانکی و عدم پرداخت اقساط آن، او این بار با اسناد جعلی 64 میلیون یورو از بانک صادرات استان گلستان وام میگیرد تا ورق فولادی وارد کند، ولی ارز را از کشور خارج کرده و کالایی هم وارد نمی کند. با آنکه بعدها سازمان بازرسی کل کشور هم پیگیر پرونده می شود، اما در نهایت پس از گذشت 10 سال تنها 25 میلیون یوروی آن را برمیگرداند. علیرضا زاکانی که در آن زمان به افشای پرونده اکبر طبری و دیگر اعضای باند او در قوه قضاییه پرداخته بود، میگوید
در این پرونده با دخالت اکبر طبری معاون اجرایی دفتر رئیس قوه قضاییه رأی به سود میرکاظمی صادر شده و بانک صادرات به پولش نمیرسد. میرکاظمی پس از آن که در سال 87 نامش به عنوان یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی اعلام می شود، شیوه های دیگری برای سوء استفاده های مالی در پیش می گیرد. تأسیس شرکت های سوری و استفاده از سربرگ ها و مورهای جعلی. او برای تأسیس شرکت های سوری از هویت کارمندان و حتی کارکنان خدماتی خود استفاده می کند. یکی از همین مامورای بانک بود، آوردن یه سری برگه‌های آچار گذاشتن این بندگان خدا، گفتن آقا تونتون امضا کنین که نفر بعدم بیاد. میرکاظمی در آن سالها که بانک کشاورزی دنبال طلبش بود، در آسیای میانه و غرب ایران در حال تردد بود. بازار صادراتی شرکت‌های آنها کشورهایی چون افغانستان، ارمنستان و عراق را در بر می‌گرفت و میرکاظمی در رفت آمد به این کشورها بود. در کشاکش این سفرها بود که او با بابک زنجانی آشنا می شود. بابک نیز آن سالها در آسیای میانه و کردستان عراق مشغول به کار بود. بابک زنجانی که به جرم فساد فی‌الارض و عدم پرداخت بیش از 2 میلیارد دلار پول حاصل از فروش نفت ایران به اعدام محکوم شده بود، از سال 1390 سر و کله‌اش در اقتصاد ایران پیدا شد. آنگونه که امیرعباس سلطانی فر نماینده سابق مجلس گفته، مسعود میرکاظمی وزیر نفت احمدی نژاد در ورود بابک زنجانی به بخش نفت نقش پررنگی داشت. نفر دومی که برای بابک زنجانی ایفای نقش کرد حسن میرکاظمی بود که به نوشته وبسایت باستاب رابطه بابک زنجانی با یک محفل امنیتی بود. او در مهمترین کمکش به زنجانی او را به سعید مرتضوی مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی معرفی کرد. میرکاظمی با سعید مرتضوی از مدت‌ها قبل آشنا شده و با او در رفت و آمد بود. مرتضوی درباره بابک زنجانی می‌گوید: من اصلا ایشان را نمی شناختم و شرکتش را هم نمی شناختم. یکی از دوستان به نام آقای میرکاظمی که نیروی ارزشی بسیار مورد اعتمادی است تماس گرفت و ایشان را معرفی کرد. آشنایی زنجانی و مرتضوی زمینه ساز یک معامله 4 میلیارد یورویی بین زنجانی و مرتضوی شد و قرار بود زنجانی 137 شرکت تامین اجتماعی را صاحب شود که با افشاگری رسانه‌ای این معامله ناکام ماند. نقطه اوج این افشاگری‌ها انتشار یک فیلم 30 دقیقه‌ای در فروردین 1392 بود که نشان می‌داد جلسه‌ای با حضور سعید مرتضوی، بابک زنجانی و حسن میرکاظمی برگزار شده و در آن از رشوه‌خواهی 30 میلیارد تومانی فاضل لاریجانی، برادر صادق لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه سخن به میان آمد. این ماجراها حتی به بازداشت موقت سعید مرتضوی منجر شد. حمید باقری دورمنی هم که برگزار کننده دیدار فاضل لاریجانی و مرتضوی بود، بعدها به جرم فساد تحت تعقیب قرار گرفت و دیماه 1397 اعدام شد. ولی حسن میرکاظمی جان سالم به در برد. بابک زنجانی البته این ارتباطات را مفت به چنگ نیاورده بود. او در کیش شرکت سورینت را داشت و با حسن شیرازی منش آشنا شد که همراه با حسن میرکاظمی پروژه تجاری توریستی تجار کیش را پیش می بردند. این دو در آن دوران بحران مالی داشتند. بابک زنجانی به آنها 43 میلیارد تومان پرداخت کرد تا بدهی‌هایشان را بپردازند. او کل پروژه را تملک کرد. یک هتل هم از حسن میرکاظمی خرید و شیرازی منش و میرکاظمی دست چپ و راستش شدند. شیرازی منش 15 دی 1392 بازداشت شد و همان زمان ابراهیم رئیسی که معاون اول قوه قضاییه بود گفت شاید دستیار دیگر زنجانی یعنی میرکاظمی هم بازداشت شود، ولی چنین نشد و او به فعالیت‌های اقتصادیش ادامه داد. علی‌رغم اینکه برخی رسانه‌ها از جمله وبسایت توقیف شده باستاب در اوایل دهه 90 گزارش‌های افشاگرانه از فساد اقتصادی حسن رعیت منتشر می‌کنند، اما نه تنها هیچ برخوردی با او صورت نمی‌گیرد، بلکه فشار بر رسانه‌ها نیز افزایش می‌یابد.
بعدها مشخص می شود که اکبر طبری معاون اجرای دفتر رئیس قوه قضاییه که در دهه 90 به یکی از مردان بانفوذ در دستگاه قضایی تبدیل شده بود، از دوستان و حامیان رعیت بوده و آنها در شبکه گسترده فسادی که در کشور ایجاد کرده بودند با هم همراه بودند. میرکاظمی حالا به پشتوانه افراد قدرتمندی که در دستگاه قضایی و دیگر نهادها داشت، روز به روز دامنه زد و بندهای خود را گسترده تر می کرد. او باغ عیانی بسیار بزرگی نیز در غرب تهران ساخته و حیوانات وحشی منحصر به فردی را در باغ خود گرد آورده بود. خیلی باله. این باغکان را بهشت می نامید، به محل شب نشینی و نشست و برخاست و افراد سرشناس و مقامات سیاسی اقتصادی کشور تبدیل کرده بود. رسانه ها گزارش داده بودند که میرکاظمی مقام های بانفوذ را به باغ وحش خصوصیش دعوت می کرده و حکم مأموریت جعلی به عنوان ضابط امنیتی داشته است. پیشتر اداره نظارت بر حیات وحش محیط زیست استان تهران گفته بود این باغ وحش مجوز دارد و در آن حیواناتی از جمله گوزن، طاووس، پرنده‌های آبزی و کنار آبزی و دست کم یک ببر در آن نگهداری می شود. با رفتن صادق لاریجانی از دستگاه قضایی در سال 1398 و با افشای شبکه فساد گسترده‌ای که در قوه قضایی شکل گرفته بود، بلافاصله پس از تغییر رئیس قوه، اکبر طبری دستگیر شد. یک ماه بعد هم حسن رعیت در مرداد 98 بازداشت شد. سید حسن میرکاظمی فرزند سید علی اصغر مشهور به رعیت متولد 1-1-1351 متهم است به 1 مشارکت در کیفرخواستی که در اولین جلسه دادگاه حسن میرکاظمی در فروردین 1400 قرائت شد، او به مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور از طریق اخذ 400 میلیون دلار و بیش از 5000 میلیارد ریال با تقلب، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از بانک‌ها، جعل سند، پولشویی و پرداخت رشوه متهم شده بود. به گفته نماینده دادستان، حسن رعیت با ثبت شرکت‌های جعلی و سوری اقدام به دریافت وام‌های هنگفت می‌کرد. او 44 شرکت سوری را به نام افراد بی بضاعت به ثبت رسانده و هر کدام از این شرکت‌ها توانستند وام‌های هنگفتی از سیستم بانکی اخذ کنند. نماینده دادستان با اشاره به تسهیلات کلانی که رعیت از بانک‌ها از 2 دهه قبل گرفته و پس نداده می‌گوید: چطور میشه یک جوان 30 ساله خودش میتونه این تسهیلات دریافت کنه به این میزان و به این مبلغ؟ و این چیزی نبود جز ارتباط ویژه با برخی از مسئولین و مفسدین اقتصادی که اتفاقا در همین دادگاه محاکمه شدن و در کیفرخواست هم نام اینها اومده، افرادی مثل اکبر طبری، مثل قاضی منصوری و مثل بابک زنجانی. ایشون یارغار آقای بابک زنجانی بودن. اون روزی که روز اولی که آقای بابک زنجانی هست تو مکتوب نوشتن، همون روز اولی که آقای بابک زنجانی دستگیر شد، به بازجو شماره های رعیت رو داد، گفت به واسطه نفوذی که توسط آقای طبری داره شماره ایشون رو متن کیفرخواست داد که کار ما از اون طریق حل بشه. حسن رعیت که روزگاری حتی نمیتوانست یک جمله را به درستی روی کاغذ بنویسد، حالا آنطور که نماینده دادستان می گفت تبدیل به رهبر باندی حرفه‌ای شده بود. در نهایت دادگاه او را به 25 سال زندان محکوم کرد. رعیت دوست داشت گادفادر باشد، پدر خوانده، اما آنطور که حالا مشخص است او حد اکثر یک کارگزار فساد بوده است. پدر خوانده ها هیچگاه به زندان نمی افتند. این هم داستان زندگی حسن میرکاظمی، معروف به حسن رعیت. نظر شما درباره رعیت چیست؟ لطفا نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون را لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفا کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.